4 روز پس از حملات تروریستی پاریس، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان 160 تجسس اداری که طی 24 ساعت گذشته در فرانسه صورت گرفت، 24 نفر بازداشت شدند و 104 نفر دیگر که از پیش زیر نظر سرویس‌های امنیتی بودند، تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. وی همچنین خبر داد در عملیات تجسس 31 سلاح از جمله 4 سلاح جنگی و 1 خمپاره انداز و لباس‌های نظامی به دست آمده است. جستجو برای پیدا کردن عبدالسلام صلاح، یکی از مظنونان حملات تروریستی پاریس، ادامه دارد. این مظنون برادر یکی از مهاجمانی است که جمعه شب خود را در پاریس منفجر کرد. او که 26 سال دارد و متولد بروکسل است، بامداد شنبه موفق شده است خاک فرانسه را به سوی بلژیک ترک کند. پلیس فرانسه چند ساعت پس از حملات پاریس، یک خودروی حامل 3 مرد را در نزدیکی مرز بلژیک متوقف کرده است. در پاسپورت یکی از این مردها نام عبدالسلام صلاح ثبت شده بوده است، اما از آنجا که نام او هنوز در فهرست افراد تحت پیگرد قرار نداشته، او توانسته از مرز فرانسه و بلژیک رد شود. تلاش نیروهای امنیتی بلژیک که صبح دوشنبه برای بازداشت او دست به یک عملیات گسترده در بروکسل زدند نیز بی نتیجه ماند. دادگستری بلژیک همچنین آغاز رسیدگی به پرونده 2 فرد متهم به دست داشتن در حملات تروریستی و همکاری با یک گروه تروریستی را آغاز کرده است. نام این 2 نفر اعلام نشده و هنوز مشخص نیست که آیا این 2 همراهان عبدالسلام بودند یا خیر. حکم جلب بین المللی عبدالسلام صلاح صادر شده است. به گفته نیروهای امنیتی پلیس، او با عبدالحمید عباود در ارتباط بوده است. عباود 27 ساله رهبر گروهی است که ژانویه سال 2015 میلادی پیش از آغاز یک عملیات تروریستی در بلژیک توسط پلیس متلاشی شد. او از قرار به سوریه گریخته و به شبه نظامیان شبکه تروریستی دولت اسلامی پیوسته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که تا روز چهارشنبه لایحه‌ای به پارلمان این کشور می‌فرستد که بر اساس آن وضعیت اضطراری در فرانسه به مدت 3 ماه تمدید شود. آقای اولاند که روز دوشنبه 16 نوامبر در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای فرانسه سخنرانی می‌کرد، گفت ممکن است برای جنگ علیه تروریسم اصلاح قانون اساسی این کشور لازم باشد. وی در این نطق تصریح کرد فرانسه به نابودی گروه داعش متعهد است و افزود عملیات نظامی علیه این گروه در عراق و سوریه تشدید خواهد شد. رئیس جمهور فرانسه گفت هدف ما مهار این گروه نیست، نابود کردن آن است. همزمان سخنگوی وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد نیروی هوایی این کشور شامگاه دوشنبه بار دیگر مواضع تروریست های دولت اسلامی را در شهر رقه بمباران کرده است. 1 مرکز فرماندهی این گروه تروریستی و 1 پایگاه آموزشی آنان از جمله اهداف عملیات شامگاه دوشنبه بوده است. در عملیات شامگاه دوشنبه 10 جنگنده شرکت داشتند که از پایگاه‌هایی در امارات متحده عربی و اردن پرواز کردند. این 2مین حمله هوایی فرانسه به مرکز گروه حکومت اسلامی پس از حملات مرگبار این گروه در پاریس است. در این حملات 129 تن کشته و 352 نفر زخمی شدند. داعش مسئولیت حملات روز جمعه پاریس را به عهده گرفته است. همزمان نمایندگان مجلس‌های نمایندگان و سنای فرانسه، دانشجویان و دانش آموزان مدارس و هزاران تن از مردم فرانسه در پاریس و سایر شهرهای این کشور در مراسم جداگانه یادبود از قربانیان 1 دقیقه سکوت کردند. دولت فرانسه روز شنبه به یادبود قربانیان حملات تروریستی جمعه شب گذشته در پاریس و هومه 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. روز سه‌شنبه 26 آبان ماه همچنین اعلام شد که رؤسای جمهوری ایران و فرانسه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. 1 منبع در کاخ ریاست جمهوری فرانسه به خبرگزاری رویترز گفت آقای روحانی در این گفتگو بر اهمیت حیاتی مبارزه با داعش و تروریسم با تمام توان تأکید داشته است.
این منبع همچنین تصریح کرده است رؤسای جمهوری ایران و فرانسه بر اهمیت گفتگوهای صلح وین برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه تأکید کردند. حوادث و اتفاقات بعد از ماجرای تروریستی شامگاه جمعه 13 نوامبر همچنان در هر ساعت با رخداد تازه ادامه دارد. دیشب آقای جان کری وزیر امور خارجه امریکا برای مراسم نورپاشی پرچم فرانسه به ساختمان سفارت امریکا در پاریس حاضر شد و امروز صبح در ساعت 10 صبح ملاقات مفصلی با آقای هولاند درباره مسائل بین‌المللی و طبیعتاً مسئله تروریسم و به خصوص سوریه داشت. Tous ceux qui partagent son idéologie méprisable. آقای جان کری که به زبان فرانسه آشنایی کامل دارد گفت این حمله فقط به فرانسه خلاصه نمی شود، لبنان و عراق، این حمله به عقل و بشریت است. او سپس گفت Nous vaincrons Daesh et tous ceux qui partagent son idéologie méprisable. ما در برابر داعش و با افکار ضد بشریش پیروز خواهیم شد. دیشب فرانسه بار دیگر با 10 فروند هواپیمای رافال و میراژ مراکز مهم داعش را در رقا در سوریه بمباران کرد. امروز صبح آقایان جان کری و اولان درباره وضعیت سوریه سخن گفتند. از سوی دیگر تحقیقات هر لحظه پیش می رود. اسامی تروریست ها شناسایی شده. سامی امین نور 28 ساله، عمر اسماعیل مصطفی 29 ساله، بیلال هدفی 20 ساله، ابراهیم عبدالسلام 31 ساله. این عده تماما ملیت فرانسوی داشتند. پلیس هم اکنون به طور جدی دنبال صالح عبدالسلام 26 ساله است که گفته می شود به بلژیک گریخت. این یکی از تروریست ها عبدالحمید عبواد است که می گوید ما مرتدها را می کشیم. او اجساد 8 سوریه‌ای را که کشته است برای دفن به روی جاده می کشد. او بلژیکی 28 ساله و حالا در سوریه به سر می برد. این اوست که عملیات را از آنجا رهبری می کرد. باید گفت که عبدالسلام ساله در یک هفته که در پاریس به سر می برد آپارتمانی را در شرق پاریس در محله مسلمان نشین بوبینی برای یک هفته اجاره کرده بود. او به دو دوستش در بلژیک تلفن کرد تا برای جستجوی او به پاریس بیایند. این دو دیرتر در بلژیک دستگیر شدند. همانطور که گفته شد هر ساعت بر دانسته های خبری اضافه می شود و نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه با ابتکارات چشمگیری هر لحظه به حقیقت ماجرا نزدیک می شوند. فیلمی را که مشاهده می کنید که در یکی از قربانیان است پیکر دخترش را شناسایی کند. او به محل انفجار آمد و گفت این خوک ها دختر من را کشتند، اما من برای تمام قربانیان و دخترم هرگز عشق نخواهم ریخت. Donc je pleurerai pas, je resterai digne. Leur ferait trop plaisir à tous ces porcs qui ont fait ça. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با بیان اینکه خطر حملات گروه حکومت اسلامی تنها محدود به پاریس نخواهد ماند در مورد تهدیدهای ناشی از ادامه دار بودن چنین حملاتی هشدار داد. آقای برنان طی سخنانی در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی گفته است تیراندازی ها و انفجارهای مرگبار پاریس به طور دقیق و هدفمندی طی چند ماه برنامه ریزی شده بود برای آنکه عاملان به وسایل مورد نیاز خود به سلاح و مواد انفجاری دست پیدا کنند. جان برنان میگوید این حملات مرگبار باید زنگ هشداری برای کاهش فشارها درباره رصدهای اطلاعاتی و نیز میتواند انگیزه ای برای افزایش آنها باشد. اشاره آقای برنان به فشارهای سیاسی و اجتماعی ناشی از فشارهای ادوارد اسنودن پیمانکار پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا است.
افشاگری هایی که حاکی از رصدهای گسترده و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان و حتی برخی رهبران و مقام های ارشد کشورهای همپیمان آمریکا بود. روزنامه واشنگتن پست نظر یکی از منتقدان این روش را نقل کرده است که به گفته او چون این چیزی جمع‌آوری بیش از حد اطلاعات است. این روزنامه به نقل از یک کارشناس نوشته سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده و دیگر سازمان‌های امنیتی غربی آنقدر اطلاعات جمع کردند که نتیجه گیری از میان آنها کار پیچیده و مشکلی شده است. علاوه بر رئیس سازمان CIA، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه گفته است رصد هدفمند اطلاعات شخصی به امری حیاتی تبدیل شده است. روز یکشنبه مقام‌های بریتانیایی نیز گفتگوهایی را آغاز کردند که هدف از آن تصویب قانونی برای مجاز کردن پلیس برای نظارت وبگردهای شهروندان است. روز دوشنبه 25 آبان ماه وزرای امور خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا نشستی فوق‌العاده در بروکسل برای بررسی حملات تروریستی پاریس تشکیل دادند و بر ضرورت همبستگی با فرانسه و اتحاد در نبرد با تروریسم تأکید کردند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت طراحان سوء قصدهای تروریستی پاریس قصد دارند میان ما شکاف بیاندازند، اما ما بیش از گذشته در مقابل آنان متحد هستیم. وی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که نیروهای خود را متحد کرده اطلاعاتشان را با یکدیگر مبادله کنند و تلاش‌های دیپلماتیک، اقتصادی و گاه نظامیشان را یک دست سازند. هارلم دزیر وزیر مشاور فرانسه در امور اروپا نیز گفت همه کشورهای اروپایی توسط داعش هدف حمله قرار گرفتند و در نتیجه همه کشورهای اروپایی باید متحداً واکنش از خود نشان داده و ارتش داعش را شکست دهند. وی بر ضرورت ایجاد یک بایگانی مشترک اروپایی در مورد مسافران هوایی و همچنین گفتگو درباره امکان تقویت کنترل مرزهای درونی و بیرونی اروپا تأکید کرد. وزیر امور خارجه بلژیک دیدیه رندرز نیز خواستار تبادل بیشتر اطلاعات میان کشورهای اروپایی شد و همکاری‌های کشورش را با فرانسه بسیار عالی توصیف کرد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان نیز همبستگی با فرانسه را وظیفه کشورهای اروپایی دانست و ابراز امیدواری کرد که پویش جدید بین‌المللی به حل سیاسی و سریع بحران سوریه منجر شود. همزمان و به دنبال نگرانی‌های امنیتی پس از حملات روز جمعه پاریس، فرمانداران دست کم 24 ایالت آمریکا از جمله آلاباما، جورجیا، تگزاس و میشیگان اعلام کردند که دیگر حاضر به پذیرش پناهجویان سوری نیستند. به گزارش CNN، از زمان آغاز بحران سوریه در سال 2011 تا کنون آمریکا تنها 1500 پناهجوی سوری را پذیرفته است، اما دولت باراک اوباما در ماه سپتامبر اعلام کرد سال آینده 10000 پناهجوی سوری را میپذیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد یکی دانستن مسئله تروریسم و پناهجویان هشدار داد و گفت بستن در به روی پناهجویان به مثابه زیر پا گذاشتن ارزش‌ها خواهد بود. جمهوری خواهان هشدار دادند پس از حملات روز جمعه پاریس سرازیر شدن پناهجویان به آمریکا تهدیدهای امنیتی را افزایش خواهد داد. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران با اشاره به حملات تروریستی در پاریس گفت داعش تهدید کرده که گزینه‌های پس از فرانسه، روسیه و ایران هستند و در این رابطه وزیر امور خارجه عراق هم هشدار لازم را داد، اما ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که ترسی از این تهدیدات ندارد. اشاره آقای پوردستان به سخنان ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق است که روز شنبه 23 آبان گفته بود سازمان‌های اطلاعاتی کشورش به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌دهد تروریست‌ها قصد دارند حملاتی تازه را در فرانسه، ایالات متحده و ایران انجام دهند. آقای پوردستان روز دوشنبه 25 آبان در حاشیه بازدید از رزمایش محمد رسول الله سه در شرق ایران از پاسخ قاطع و کوبنده نیروهای مسلح ایران در صورت انجام اقدامی از سوی تروریست ها خبر داد و گفت قبل از رسیدن دشمن به مرز اقداماتش خونسا خواهد شد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران همچنین خبر داد مأموریت‌های مستشاری فعلاً در اختیار نیروی قدس سپاه است، اما ارتش این آمادگی را دارد تا در صورت نیاز همکاری لازم را داشته باشد. در تحول دیگر و در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در درگیری‌هایی در نزدیکی حلب، روابط عمومی سپاه با تکذیب این خبر انتشار آن را شایعه‌سازی رسانه‌های اسرائیلی خواند. روز شنبه 23 آبان وبسایت دبکا که در بیت المقدس منتشر می شود و تحلیل های سیاسی امنیتی منتشر می کند، به نقل منابع نزدیک به شورشیان سوری نوشته بود که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در درگیری هایی در شرق حلب کشته شده است. دو روز پس از انتشار این خبر، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه در گفتگو با ایرنا این گزارش را جعلی خواند و گفت فرمانده نیروی قدس سپاه در سلامت کامل به سر می برد. وبسایت دبکا به نقل از شورشیان سوری نوشته بود که آنها با ردگیری و مکان نمایی تحرکات قاسم سلیمانی، خودروی حامل او را با موشک‌های تاو هدف قرار دادند. این گزارش مدعی شده بود که علاوه بر قاسم سلیمانی، سه فرمانده ایرانی دیگر نیز که وی را همراهی می‌کردند کشته شدند و از کشته شدگان به نام‌های مسعود اصغری، محمود دهقان و احمد رجایی یاد کرده بود. گزارش این سایت اسرائیلی روز دوشنبه در برخی منابع ایرانی از جمله باشگاه خبرنگاران جوان و وبسایت الف بازتاب یافته است. قاسم سلیمانی در سال 1376 و با تغییراتی که در کادر فرماندهی سپاه پاسداران صورت گرفت، به فرماندهی نیروی برون مرزی سپاه پاسداران موسوم به نیروی قدس منصوب شد و در سالهای اخیر رسانه‌های داخلی از او به عنوان طراح اصلی سیاست‌های جمهوری اسلامی در عراق و پس از آن سوریه یاد کردند. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی وزارت امور خارجه ایران گفت مقام‌های ایران دو سال پیش به بشار اسد رئیس جمهور سوریه پیشنهاد کرده بودند که با ادامه بحران در این کشور خانواده‌اش را به ایران بفرستد، اما او این پیشنهاد را نپذیرفت. آقای امیر عبداللهیان روز دوشنبه 25 آبان گفت پاسخ آقای اسد این بود که من تا آخرین لحظه در کشور هستم و همسرم مسئول رسیدگی به خانواده شهداست و از کشور خارج نمی شویم. اسما اسد همسر بشار اسد در بریتانیا متولد شده و تابعیت این کشور را هم داراست. اتحادیه اروپا در سال 2012 تحریم‌هایی را علیه خانم اسد تصویب کرد که مطابق آن سفر او به کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع است. هرچند اداره مهاجرت بریتانیا پیشتر گفته بود که نمی‌تواند مانع ورود احتمالی او به کشور شود. آقای امیر عبداللهیان که در دانشگاه صنعتی شریف در تهران سخنرانی می کرد گفت به لحاظ حمایت‌های خارجی فقط ایران بوده است که به طور میدانی بیشترین تلاش را کرد تا دولت سوریه بر سر قدرت بماند و اگر حمایت مستشاری ما و همراهی با ارتش و مردم این کشور نبود، شاید در همان دو سه سال اول دو یا سه بار سوریه در معرض سقوط قرار می گرفت. منابع خبری از بازگشت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن از عربستان سعودی به بندر عدن در جنوب یمن خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای منصور هادی روز سه‌شنبه 26 آبان ماه پس از فرود هواپیمایش مستقیما به کاخ ریاست جمهوری در عدن رفت تا بر عملیات بازپسگیری استان تائز نظارت کند. تائز در دست شورشیان حوثی و متحدان آنهاست. عملیات برای کنترل آن توسط نیروهای هوادار هادی از روز گذشته آغاز شد. آقای هادی همزمان با تشدید بحران و نبردهای داخلی در یمن در فروردین گذشته عدن را ترک کرد و به ریاض پایتخت عربستان سعودی رفت.
روز سه‌شنبه 26 آبان ماه نیز گزارش شد انفجارهای قوی مناطقی از تائز را به لرزه درآورده. این انفجارها همزمان با پرواز جنگنده‌های ائتلاف در مناطق شرق و جنوب این شهر رخ داده است. بر اساس گزارش‌ها درگیری میان هواداران دولت یمن و شبه نظامیان حوثی و هواداران علی عبدالله صالح در دیگر مناطق یمن از جمله استان‌های معرب، زاله و الجوف ادامه دارد. در همین حال ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با اشاره به بحران یمن گفت پادشاهی سعودی و کشورهای عضو ائتلاف خواستار راه حل سیاسی بر اساس قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل هستند و کمک‌های انسان دوستانه خود را در اختیار مردم یمن قرار می‌دهند. ملک سلمان که ریاست هیئت نمایندگی پادشاه سعودی در اجلاس سران جی 20 را بر عهده داشت، شامگاه یکشنبه 24 آبان ماه گفت لازم است تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم دوچندان شود. وی با ابراز تأسف از عدم شرکت فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در اجلاس جی 20 به دلیل حوادث تروریستی پاریس به خانواده قربانیان و مردم فرانسه تسلیت گفت و این حادثه را جنایت وحشیانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. ملک سلمان گفت جهان باید برای از میان بردن این آفت خطرناک و اثرات پلید آن تلاش‌های خود را دوچندان کند. کشور سعودی نیز خود قربانی تروریسم است و متحد به مبارزه شدید با آن می باشد. اسلام دین میان روی و صلح است و ما با تمام قوا برای مبارزه با مظاهر امنیتی، فکری و قانونی تروریسم با جامعه بین‌المللی همکاری می کنیم. ما به مرکز بین‌المللی مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد 110 میلیون دلار کمک مالی کردیم تا اطلاعات تروریسم در سطح بین‌المللی مبادله شود. پادشاه عربستان سعودی همچنین گفت بحران سوریه و خرابی، کشتار و آوارگی ناشی از آن در انتظار یک راه حل فوری بر اساس تصمیم‌های ژنو 1 است. مشکل آوارگان سوری که جهان و کشورهای همسایه این کشور با آن روبرو هستند از بحران سوریه سرچشمه می‌گیرد. بحران سوریه نیاز به یک راه حل صلح‌آمیز دارد تا مشکل این کشور به شکل اساسی حل شود و مردم این کشور بتوانند با عزت نفس در وطن خود زندگی کنند. نشست دو روزه رهبران گروه جی 20 روز دوشنبه 25 آبان در آنتالیای ترکیه به کار خود پایان داد. علاوه بر سران 19 کشور عضو گروه 20 و رهبران اتحادیه اروپا، رؤسای سازمان‌های مهم بین‌المللی مانند دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس صندوق بین‌المللی پول هم در این نشست حضور داشتند. اجلاس دو روزه گروه جی 20 در آنتالیای ترکیه در حالی روز گذشته به پایان رسید که نشست امسال این گروه تفاوت‌های زیادی با نشست‌های سالانه و مرسوم خودش داشت. تأثیر حملات تروریستی پاریس بر این نشست آنچنان بود که تقریباً 2/3 برنامه‌های این نشست به موضوع تروریسم و مسائل جانبی آن اختصاص پیدا کرد. بحث تروریسم و راه‌های مقابله با آن، موضوع آوارگان و نهایتاً مسائل اقتصادی و زیست محیطی از محورهای عمده این نشست بود. که البته امسال با این تفاوت که در کنار بیانیه مرسوم و پایانی این نشست یک بیانیه جداگانه رهبران کشورهای عضو در مورد موضوع تروریسم و راه‌های مقابله با آن منتشر کردند. در این بیانیه بر عزم جدی کشورهای عضو گروه 20 و سازمان‌های جهانی در مقابله با داعش تاکید شده، همینطور توافق بر سر موضوع محدود کردن منابع مالی گروه‌های تروریستی، مبادله اطلاعات و کنترل بیشتر بر مرزها. همینطور در بیانیه به موضوع آوارگان اشاره شده و راه‌های همکاری چند جانبه در مورد آن، از جمله کمک به کشورهای میزبان آوارگان و نهایتاً بیانیه پایانی و مرسوم اجلاس بر مسائل اقتصادی از جمله افزایش رفاه، دستیابی به رشد متعادل و افزایش اشتغال اشاره می‌کند. همینطور موضوعات مهم زیست محیطی از جمله تلاش برای کاهش دمای زمین. اما پس از پایان اجلاس کنفرانس خبری تدارک دیده شد که رهبران کشورهای مختلف در این کنفرانس خبری شرکت کردند. از جمله پرزیدنت اوباما در این کنفرانس خبری به موضوع سوریه اشاره کرد، اگرچه او پیشتر از عزم جدی کشورش برای مقابله با داعش سخن گفته بود، اما
در این کنفرانس خبری موضوع اعزام نیروی زمینی به سوریه رو رد کرد و گفت که کشورش موافق فرستادن نیروی زمینی به سوریه نیست، ولی باید استراتژی مقابله با داعش تغییر بکنه. همینطور در مورد بحران سوریه آقای اوباما ابراز خرسندی کرد از توافق کشورها در کنفرانس اخیر وین، اما گفت به هر حال برخی اختلافات هنوز پا بر جا هستش، از جمله این اختلافات به آینده بشار اسد در سوریه اشاره کرد. البته او گفت از نظر امریکا اسد هیچ آینده‌ای در سوریه نداره. در مورد موضوع ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه که یکی از مباحث مورد علاقه و تاکید ترکیه است، به نوعی آقای اوباما فعلا ایجاد منطقه حائل رو امکان پذیر ندانست، چرا که به گفته او ایجاد چنین منطقه نیازمند عملیات میدانی هست و برای چنین عملیات هایی باید شرکای کارآمدی داشته باشیم. جالب استش که حالا برخلاف اظهارات هفته پیش آقای داوودوغلو نخست وزیر ترکیه که از آمادگی کشورش برای اعزام نیروی زمینی به سوریه گفته بود، دیروز وزیر خارجه ترکیه هم گفت فعلا برنامه‌ای برای اعزام نیرو به سوریه نداریم. اما آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم که میزبان این نشست بود در کنفرانس خبری خودش گفت که از نتایج این نشست رضایت داره و از اتفاق نظر کشورهای عضو گروه 20 برای مقابله جدی با داعش گفت. نهایتا رهبران کشورهای گروه 20 در این اجلاس دیدارهای دو جانبه زیادی با هم داشتن، دیدارهایی که حالا بعضا اختلافات جدی هم این کشورها با هم در مورد مسائل منطقه‌ای دارن، از جمله دیدار باراک اوباما و ولادیمیر پوتین و همینطور دیدار آقای پوتین با ملک سلمان پادشاه عربستان. در حالی که هیچ خبری از روزنامه‌نگارانی که طی روزها و هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند در دست نیست، هادی حیدری کاریکاتوریست شناخته شده ی ایرانی هم بازداشت شد. مأموران امنیتی روز گذشته با حضور در دفتر روزنامه شهروند او را بدون هیچ توضیحی بازداشت کردند. برخی میگویند بازداشت او برای اجرای حکم یک سال زندان او بوده، اما دستگاه قضایی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت بازداشت و محل نگهداری وی ارائه نداده. رویه‌ای که درباره دیگر روزنامه‌نگاران بازداشتی نیز معمول بود. هادی حیدری پیش از این دو بار دیگر نیز بازداشت شده بود. او در آبان ماه 88 و در جریان برگزاری مراسم دعای کمیل توسط خانواده های زندانیان سیاسی بازداشت، اما سال 89 پس از دو ماه بازداشت با قرار وثیقه 15 میلیون تومانی آزاد و در نهایت به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. آقای حیدری که سابقه همکاری با روزنامه‌هایی چون نوروز، شرق، اعتماد و بهار را در کارنامه خود دارد، مهر ماه 91 هم پس از انتشار طرح و کاریکاتوری با عنوان چشم بندان در روزنامه شرق به دادگاه احضار شده بود. از سوی دیگر از وضعیت عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز که طی دو هفته اخیر بازداشت شدند خبری در دست نیست. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز به وبسایت روز آنلاین گفته پدرش از روز گذشته اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده است و گفته اگر تا دو هفته آزاد نشود داروهایش را هم قطع خواهد کرد و این به شدت برای ما نگران کننده است. قبل از آغاز این بازداشت ها محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه از فتنه چهارم خبر داده و مدعی شده بود که ایران در چهارمین فتنه در دوران انقلاب اسلامی قرار دارد که پس از توافق و در مرحله برجام صورت می گیرد که مهمترین راه پیاده شدن این فتنه نفوذ است. سخنان جعفری پس از آن سخنان آیت الله خامنه ای مطرح شد که نسبت به خطر نفوذ در کشور پس از توافق اتمی هشدار داده بود. حسن روحانی اما 13 آبان ماه و در واکنش به این بازداشت ها گفت با کلمه نفوذ بازی نکنیم و این کلمه نباید به ابزاری برای بهانه‌گیری و پرونده سازی علیه افراد تبدیل شود.
وزیر کشور دولت حسن روحانی اما گفته است که قوه قضایی مدارکی علیه خبرنگاران بازداشت شده دارد. او درباره این مدارک توضیحی نداده و دستگاه قضایی هم در حالی به سکوت خود ادامه می‌دهد که رسانه‌های وابسته به سپاه انواع و اقسام اتهامات امنیتی را متوجه این روزنامه‌نگاران کردند. بیخبری از وضعیت روزنامه‌نگاران و افزایش فضای امنیتی در کشور در حالی است که گزارش‌های تازه از موج جدید دستگیری‌های شهروندان بهایی در کشور حکایت دارد. گزارش شده صحبا فرنوش، نگار باقری، نوا منجذب، یاور حقیقت، نوید اقدسی، هلیا مشتاق از تهران، کیوان و پروین نیکاین، یگانه آگاهی، متین جانمیان، ارشیا روحانی، نوید همت، زرین آقا بابایی از اصفهان، وساناز اسحاقی، نیکا پاکزادان، فرزانه دانشگری، نغمه ذبیحیان از مشهد بهاییانی هستند که اخیراً بازداشت شدند.